حضور بر شما بتنان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز 22 هست از ماه اکتبر سال 2007 میلادی. برنامه های جدید سرزمین جاوید رو خدمت شما امروز اعلام میکنم. این برنامه کاملا جدید هستم، امیدواریم به همین وجه بماند. عرض کنم که دوشنبه و چهارشنبه 11:30 تا 1 بعد از ظهر، سه شنبه مثل امروز و جمعه 8:30 تا 9:30 شب و پنج شنبه 4 تا 5 بعد از ظهر. در حقیقت دو برنامه طرحش به خصوص برای اروپا بوده است و ایران، و آن دوشنبه و چهارشنبه است که 11:30 تا 1 هست، و دو برنامه هم که 8:30 تا 9:30 هست برای آمریکاست. و عرض کنم که این برنامه 4 تا 5 هم به خصوص برای شرق آمریکا که بینندگان بسیاری داریم بسیار مناسب است. بفرمایید غزل کوتاه خدمتتون بخوانم و پاره مطالب هست خدمت شما مطرح میکنم. از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. گر تو خواهی که بجویی دلم امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم. نچنان معتقدم کم نظری سیر کند، یا چنان تشنه که جیهون بنشاند بازم. همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش، تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم. گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنی، از من این جور نیاید که خلاف آغازم. خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم، سر نه چیزیست که در پای عزیزان بازم. من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست، بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم. ماجرای دل دیوانه بگفتم به طبیب، که همه شب در چشم است به فکرت بازم. گفت از این نوع شکایت که تو داری سعدی، درد عشق است ندانم که چه درمان سازم. این دو بیت نخستین این غزل، از تو با مصلحت خیش نمی پردازم، همچو پروانه که می سوزم و در پروازم. گر تو خواهی یا گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم. یک دو تا زیباترین ابیات زبان فارسی است، بسیار حقیقی و دلاویز و معنوی و رقیق. عرض می شود که یک کتابی به دست من افتاد. اجازه فرمایید قبل از که راجع به کتاب صحبت کنم، در باب این سمینار عرض میکنم که اورنج کانتی صحبت کنم، به جهت تغییر برنامه ها و اینکه بنده یک شنبه ها دیگر برنامه نخواهم داشت، این سمینار از روز شنبه به روز یک شنبه انتقال یافت که دوستان وقت بیشتری داشته باشند. موضوع سخن اسلام و مدرنیتی است، که این موضوع بسیار بسیار مهمی است. شما میدانید که بخشی از روشنفکران ایرانی که اندکی باد دین به شکمشان بوده است، همواره میخوان این اسلام رو با مدرنیتی یکم آشتی بدن. آقا آشتی پذیر نیست اسلام، چه کار به مدرنیتی دارد؟ مگر اسلام در عصر جدید آمده است؟ کدام یک از قوانین اسلام با مدرنیته سازگار هست که این آقایان عرض میکنن که صحبت ها میکنن؟ اسلام و دموکراسی، اسلام و دموکراتیک، اینا همه مهملات زبانی است. اسلام هم یک چیزی است. عهد بوق عرض میکنن، قبل از بوق، در 1500 سال پیش، یک رونویسی از تورات و اینها و جمع کردن یک مش اندیشه های مزدک و اینها برای اون روزگار باری، این هم دینیست برای خودش مثل بقیه ادیان، اما با مدرنیته و مدرنیتی کاری ندارن. این است که این موضوع صحبت ما خواهد بود. عرض می شود که در روز یک شنبه 18 نوامبر 2007 در 2575 مکبوی سویت 160 در ایروان کالیفرنیا از ساعت 4 هم آغاز میکنیم. نوشتن رجستریشن 3 PM. تلفن ارتباط هم خدمتتون اعلام میکنم، اگر سوالی بود میتوانید، فکر کنم تلفن آقای آل احمد باشه، 949 551 9272.
بله، بعد هم آدرس دادند و اینها. یک تعداد زیادی هم ایمیل هست در این 10 روز گذشته، بنده کم مراجعه کردم به ایمیل. فزون از 8000 ایمیل جمع شده است، حالا فرض کنیم 1000 تاش هم جنریک باشد، قریب 7000 ایمیل رسیده است و بعض اوقات از ایران با ترس و لرز هم ایمیل میکنند اینها. یکیشو براتون میخونم. میگه درود بر شما استاد ارجمند شیرین بیان جناب مشیری عزیز، امیدوارم در پناه یزدان سالم و شاداب باشید. باری دوست عزیز، از زمانی که برنامه وزین حضرت عالی به روی ماهواره هاتبر انتقال یافت، حقیر از بیننده های پروپاگاندا این برنامه هستم و به دیگران نیز توصیه کردم که این برنامه را با دقت ببینند. آری، من فرزند ایران زمین و از نسل پادشاهان ایرانم، همانانی که در قلمرو خود عدل و داد واقعی اون هم در قرن‌های گذشته جز عدل و داد گذشته چیز دیگری به یادگار نگذاشتند. استاد بزرگوار، اکنون که این سطور را برای شما می‌نویسم مجبور شدم که به کافینت بیایم و آیدی جدیدی باز کنم، بلکه در این خفقان سر از زندان در نیاورم و این واقعیت که سرزمین فعلی ماست. از شما ممنون هستم که باعث روشنسازی ذهن من حاضر شدید و با رموز آفرینش آشنا کردید و این را بدانید در سرزمین جاوید ما تا زمانی که عرب‌ها حکومت می‌کنند ما غریبه ایم و مانند برده. بله، میگه من جوان 34 ساله ایرانی با تحصیلات عالیه با برده سیاه چرده چه تفاوتی دارم؟ بیش از این وقت شما نمیگم و خوشحالم هرچی بیشتر در مورد رذالت‌های این دین ساختگی افشاگری کنید و سایر قضایا. عرض میکنم افشاگری در باب دین عرض میشود که اساسا کاری نیست، به کسی مربوط نیست کار دین. دین امر خصوصی است، هیچ آدم عاقلی هم نمی‌نشیند ادیان جهان رو بنشیند نقد استدلالی بکنه، مگر اینکه گروهی عرض می‌شود که قشری، طبقه‌ای، کالتی اینها چوب و چماق بیاورن بر سر ملت و بگوین کل حقیقتی که دین نزد ماست و ما همه رو خفه می‌کنیم و یک مش قوانین کهن و کهنه و از نفس افتاده و ضد بشری که در تمام ادیان هست، تصور نفرمایید فقط در اسلام عزیز هست، در همین آیین یهود قوانین ضد بشری پره. به همین دلیل هم هست که عرض میکنم که وقتی کشور اسلامی به وجود اومد، عرض کردم خدمتتون آقا یه مش آدم مدرن تحصیل کرده روشنفکر آمدند و از این سنت و آیین یهود برای قوام دادن به هویت ملت یهود استفاده کردند، وگرنه اینها رو وارد قانون نکردند، قوانین تورات که جای جایی نداره و اینها. باری مقصود اینجاست، اگر ما نقدی دین میکنیم به جهت از این است که ما با دین طرفیم، به هر طرف که رو میکنیم به دیوار شریعت برخورد میکنیم، وگرنه موضوع دین مرکز به خودش برمید. قانون قصاص و سنگسار و دست بریدن و عرض میکنم این داستان عقب افتادگی و بدبختی و نکبتی که بوده است اینها که مردم ایران هرگز، من میخوام خدمت شما عرض کنم که این ملت بزرگ ایران برای که از این اسلام شانه خالی بکند هر روز یک نقب میزد، هر روز یک انشعابی میکرد. اساسا چون نیک بنگریم میبینیم که مردم ایران قرآن و رسول رو کنار گذاشتن، قرآن رو کنار گذاشتن به جهت اینکه هرگز عربی یاد نگرفتن. شما از این 70 میلیون ایرانی بیار ببینم چند نفرش میتونه کتاب رو بخونه و بفهمه، خود آخوندها هم نمیتوانند. بنابراین وقتی شما علاقه ندارید یعنی کنار گذاشتید. دو دیگر اون که آمدن برای شانی خالی کردن از بار زیر بار آیین عزیز، اساسا پیامبر که منشأ و شارع و بنیانگذار و یک نابغه به تمام عیار بوده است کنارش گذاشتن. هرگز ایرانی نمیگه یا محمد، شنیدید هرگز؟ یا علی، علی ساختگی ایرانی، هرگز شما چه میگن یا محمد، محمد یارت؟ نه آقا، خود بنده بزن آقا علی یارت، یا علی عرق خور، آقا کبابش گذاشته ماسخیادش میریزه عرقش تو استکان کنه، یا علی. اینا شانه خالی کردن از زیر بار اسلام سنتی و اسلام حقیقی که همون اسلام حضرت رسول و عمر و ابوبکر اینا بود به وجود آمده و عرض کنم یک آیین رقیقی برای خودش ایرانی ساخت. و عرض کنم که و امروز همین داستان شیعه‌گری و صوفیگری و غیره و ذالک و اینها، این همه شعب که در دین زد برای باری شانه خالی کردن از این یک محملی پیدا میکرد که فرار بکند از این جمود و از این خشکی و از این عقب افتادگی، برای خود این چیز میساخت. امروز عرض میکنن نکبت رافضیگری و جمود سنیگری هر دو به ما تحمیل شده، چون این قوانینی که آوردن خب بین هر دو مشترک است.
سنگسار و قصاص و این داستان‌های مسخره و ضد بشری به مشترک بنویسشون دستورات قرآن شریف هست، باید اینا اونو اجرا بکنن و بعد عقب افتادگی‌های شیعه گری. با اینا که نمیشه باید قانون مدرن ساخت، با اینا که نمیشه باید کشوری رو اداره کرد. این چه نکبتیست ما گرفتار شدیم آقا، این چه حکایتیست. تا صحبتم میکنی آقا با دین مردم چه کار داری؟ آقا برو دنبال کار زندگی، دین مردم با ما چه کار داره؟ زنجیر قول و عرض میکنم کند، قدیما میگفتن به پا میزدن کنده درخت میبرن توش خالی میکنم به پای مردم میگفتن کندش کردن آوردن ما رو برن به بهشت. آقا این داستان داستان شخصی است و فردی است. اون نگاهی که بنده دارم به خدا و عرض میکنم که تشکیلات و اینا با آدم کنار من نشسته فرق میکنه، با اینا نمیشه قانون و قوانین ساخت. و اونچنان جزمندیش که یعنی کل حقیقت پیش ماست، غیر از ما هر کس در جهان هست در دریای زلالت غرق است و اینها قوانین خداوند باری تعالی است. از پیش از خلقت در لوح محفوظ بود. آقا این مزخرفات اصلا نمیشه به اثبات رسانی. چه حرفی میزنید؟ لوح محفوظ یعنی چی؟ داستان یعنی چی؟ جفر ابیض یعنی چی؟ قافله ما بسیار عقب مانده، هموطنان گرامی، بسیار ما قافله لنگی داریم، مانده ایم در بیابان و برهوت، سردرگم، به هیچ جا راه نمیبریم. همه مملکت ها طرحی دارن، نقشه ای دارن، آینده رو در نظر گرفتن، طرحها دارن، سازندگی ها میکنن. ما به گیر همین احادیث و مزخرفات و مهملات این آخوندها هر بیشتر باید که یک مش نفت هم هست که سرمایه مملکت هست که به طور روزمره داره نمیدونم به کجا میره. باید اساساً اروپا یک تاریخ هزار ساله تجربه دینی داشت. این همه اتفاقات بزرگ افتاد که بنده به کرات و مرات از اون صحبت کردم، مثل موضوع اصلاح در دین، مثل موضوع پیدایش حکمت عقلی، مثل داستان هیومانیسم، یعنی ارزش انسان، دریافت ارزش انسان در این عرض میکنم که کره زمین که یک ذره ناچیزی است در این کهکشان، مثل ذره غبار و ما آدمهای کوچولو میخزیم روی این داستان. این همه ادعاهای بزرگ و عرض میکنم مزخرفات و اینها اساسا کار ما رو به جایی نمیرساند. قوانین 1500 سالی در لوح محفوظ اینا نوشته بوده است و بعد نمیدونم جبرئیل امین جبرئیل امین یعنی چی؟ اصلا به من توضیح بده جبرئیل یعنی چی؟ ما باید پدیدارگیتی رو تعریف کنیم ببینیم اینا چه هستن، آیا اینا واقعا به امور حقیقی راهبر هستن یا مهملات زبانی هستن. همه قضایا که ما اینجا مطرح میکنیم به یک دلیل بیشتر نیست، به دلیل اینکه حکومت دینی، دین بایستی از حکومت و مقدرات مردم کنار برود. آقا در جهان ما نداریم دیگر حکومت دینی جز ایران. نشان بدهید به ما حکومت دین در کجاست. این عرب ها آقا به آزادی رسیدن، این خلیج فارس اینا ببینید به چه ترقی و تعالی رسیدن. این رهبران همین بچه های این شیوخ در همین خلیج فارس، اینا بچه های روشنفکر تحصیل کرده رسیدگی میکنن به امور مردم به طور سکولار، واقعا به دین مردم کاری ندارن، فقط موندن آخوندهای رافضی ما. شلاق زدن برکت هزار روز بارندگی دارد. آقا این مزخرفات از کجا آوردی؟ ما چی یعنی چه این صحبت ها؟ دین ستیزی میکنن. بله، عرض می شود که یک کتاب به دست بنده افتاده به نام The Persian Puzzle. 5 ورق از این کتاب ارزش همه کتاب هایی دارد که هموطنان ما و محققان ما در باب این انقلاب نوشتن یا گفتن. هر چه گفتن مغرضانه، هر چه گفتن بدون مستندات، هر چه گفتن حدسیات. این آقا عرض کنند که از شخصیت های عالی رتبه وزارت امور خارجه بوده و دسترسی به اسناد داشته. حقایق تاریخی رو شما در کتاب میتوانید پیدا کنید. البته من این کتاب رو بدین منظور خوندم، به منظور آمادگی بابت همین عرض کنم که دیبیتی که ما داریم با آقای گونزالس در آخرین ماه، که البته میخوام عرض کنم که تعداد 10 نفر هموطنان ما از اورنج کاتی تشریف میآورند. هموطنانی که حاضرن تشریف بیاورن، میدونید ورود رایگان هست، میتوانند عرض میکنم که همون روز 3 جلو تلویزیون پارس یکدیگر رو ببینیم. دوست عزیزی حاضر شدن 2 اتوبوس بیاورن اینجا یا ون، حالا باید بپرسیم نصیب تعداد داره که از اینجا به اتفاق همه با هم برویم به بیکرسفیلد. باری این کتاب به نام The Persian Puzzle، معمای ایران،
عرض کنم که آمده و حقایق شگفت‌انگیز بسیاری از گره‌های کور تاریخ ما رو باز کرده، چون بدون حب و بغض نه حب به مصدق داشته نه بغض شاه، و حقایق رو خیلی زیبا آشکار کرده. و یکی از مطالب خیلی جالبی که من رو برخورد کردم، که البته در قدیم هم مطالب میدانستیم، اما این ارتباطات خیلی خوب روشن کرده، میگوید وقتی کندی آمد و از سبتی بعد از جنرال آیزنهاور به حکومت رسید، اینها در باب موضوع ایران گفتن آقا هرچه ما کمک کردیم به ایران، این شاه ایران گرفته از خرج ارتش و خودش کرده و مردم ایران بیچاره هستن و بدبخت هستن و اینها. و اساسا فلسفه کندی این بود که کشورهای جهان سوم فقیر اصلاحات ایجاد بکنند تا اینکه دچار انقلابات نشوند، انقلابات کمونیستی و غیره و ذالک. یک سخنرانی کرد و در آنجا گفت کسانی که به از اون کنند که انقلابات صلح‌آمیز رو مانع میشوند، به انقلابات خشونتبار محکوم هستند. این عبارت به گوش شاه ایران رسیده و دچار وحشت شده. عرض میکنم یک زینوفوبیایی داشته این شاه، یعنی از خارجی میترسیده. خلاصه مطلب گفته آقا چی شدی؟ ما رو میگه قراره ما رو بندازن، یه کاری بکنیم و اینها، و چه بکنیم چه نکنیم. خیلی توضیح جالبی داره، میگوید که تماس که با آمریکا، آقا منظورتون چی، میخواد چیکار بکنید با ما اینا؟ گفته آقا شما اصلاحات کنید. آقا چجوری ما اصلاحات کنیم اینا؟ گفتن که شما باید امینی رو بیارید نخست وزیر کنید. این اول علی امینی معروف داد، علی امینی رو آوردن. و خیلی از شخصیت ارسنجانی اینجا صحبت شده که چه مرد پیشرو و پرکاری بود و اصلاحات شروع شد، بسیاری رو اخراج کردن از دولت و عرض بکنم با فساد مبارزه کردن، برنامه های اصلاحی شد و غیره و ذالک و اینها. و البته شاه بسیار ناراحت تا کندی رو کشتن. و بعد این برنامه انقلاب سفید و این داستان ها و شاه و ملت و اینها، همون دنباله کار علی امینی بود از قرار این کتاب و غیره. و